عرض ادب و احترام دوستان به فروشگاه سلام بابا، خوش اومدید. امروز هم آنباکسینگ یکی دیگر از تلویزیون‌های جدید و ارزان قیمت برند انجی رو داریم، مدل QNED 75 یا QNED 75، یکی از ارزان قیمت این تلویزیون‌های شرکت انجی هستش در سال 2023 که با نمایشگر کوانتوم دات نانوسل عرضه شده، که در واقع میتونیم این تلویزیون رو جایگزین مدل QNED 7S سال 2022 در نظر بگیریم. این تلویزیون در سایز 43 50 55 65 و 75 اینچ تولید و عرضه شده. ما هم سایز 65 رو داریم برای آنباکس که ساخت و مونتاژ کشور اندونزی هستش. یک تلویزیون 4K 60S با پنل IPS که مناسب استفاده روزمره و معمولی هستش. با من همراه باشید که دستگاه رو با هم دیگه آنباکس بکنیم، اقلام داخل دستگاه رو با هم دیگه ببینیم، راه اندازی رو انجام بدیم و یک نگاه اولیه به بخش کیفیت تصویر و تنظیمات تلویزیون QNED 75 داشته باشیم. خب دوستان، اینجا اقلام همراه QNED 75 رو داریم. پایه های دستگاه رو ملاحظه میکنید که پایه بغل یا همون پایه کنار هستش، از جنس فلز و پلاستیک ساخته شده. هر کدومم به وسیله دو عدد پیچ بر روی تلویزیون چپ میشن. یک عدد کابل برق رو داریم برای دستگاه که ملاحظه میکنید کابل برق دو چاک هستش. این هم از شما کنترل دستگاه مدل MR23 هستش که در تلویزیون های 2023 شرکت LG ملاحظه میکنید، به همراه یک جو باتری قدمی برای ریموت کنترل. اینم از راهنمای نصب سریع تلویزیون هستش، راهنمای تصویریه که شما میتونید برای نصب تلویزیون ازش استفاده بکنید، که ما هم به همین صورت دستگاه رو نصب خواهیم کرد و دوتر بهتون نشون میدم. اینا هم که میبینید گیره ها و به اصطلاح بست های مدیریت کابل هستش. این کمربند هایی که اینجا شما میبینید و این کابلی هم که اینجا میبینید برای ساماندهی و مرتب کردن کابل های پشت تلویزیون هستش که از روی قسمت پایه دستگاه عبور میدید، به همراه چند عدد دفترچه راهنمای کار با دستگاه و ریموت کنترل که خودتون میتونید اینا رو حالا مطالعه بکنید. این تلویزیون هم شامل یک عدد پورت USB میشه به همراه 4 عدد پورت HDMI نسخه دو که اینجا ملاحظه میکنید. در قسمت زیر هم اینجا USB شماره دوم دستگاه داریم، گیرنده شبکه‌های داخلی، گیرنده شبکه‌های خارجی به همراه پورت ورودی LAN و خروجی صدای اپتیکال. خب دوستان، تلویزیون QNED 75 رو روی پایه‌اش نصب کردیم و برای بار اول دستگاه رو به وسیله ریموت کنترل روشن میکنیم. همونطور که می‌بینید در وهله اول نوشته WebOS میاد بالا که همون سیستم عامل اختصاصی به اصطلاح تلویزیون شرکت LG هستش. خب دکمه اوکی روی ریموت کنترل رو فشار میدیم. از ما میخواد که زبان دستگاه رو انتخاب بکنیم. ببینین این تلویزیون دوستان چون مونتاژ کشور اندونزی به سفارش تایلند، منوی فارسی رو نداره متاسفانه. برای همین ما روی منوی انگلیسی راه اندازی دستگاه رو انجام میدیم. خب منطقه جغرافیایی هم تا که میبینید بیشتر کشورهای آسیای شرقی رو داره. میایم پایین و دکمه آذر رو میزنیم، گزینه آذر و نکست رو میزنیم. حالا کشورهای دیگه میگه راه اندازی از طریق گوشی موبایل انجام میدید یا از طریق تلویزیون، که خب از طریق تلویزیونه. میایم گزینه نکست رو میزنیم. میخوایم به وای فای متصل بشیم، من پسورد رو وارد میکنم که به وای فای هم متصل بشیم. خب بله، به وای فای هم متصل شدیم. یکم منتظر میشیم تا نت بره. خب اینجا Terms and Condition هستش و خب میایم پایین پایین تا گزینه Next برای ما فعال بشه. اینا حالا یه سری شرایط و ضابطه که شرکت LG تعیین کرده. میایم پایین گزینه Next رو میزنیم، این قسمت همه رو انتخاب میکنیم و گزینه موافق هم رو انتخاب میکنیم. از اینجا هم شما فقط TV on رو بزنید که فقط میخوایم با تلویزیون رو نگاه بکنیم. Next رو انتخاب میکنیم. از ما میپرسه که تلویزیون روی دیوار یا روی میزه، که خب ما الان روی میز نصب کردیم، استند رو میزنیم
و خب اینجا از ما میپرسه که آیا میخواهید آپدیت نرم افزاری فعال باشه، ما هم غیر فعالش میکنیم. حالا اگر شما خواستید میتونید بذارید فعال باشه که آپدیت نرم افزاری رو هم انجام بده. نکست رو میزنیم. خب از ما میخواد که کانالیابی یا شبکیابی رو انجام بدیم. فعلا هیچ دستگاهی متصل نیست. من اکسایت رو میزنم. اینجا میگه که میخوای وارد اکانت LG تون بشید. ما فعلا قصد انجام این کار رو نداریم. اسکیپ رو میزنیم. خب اینجا یه دموی به عنوان خوش آمدگویی برای ما پخش میشه. خب همونطور که میبینید اینم از محیط سیستم عامل وبوس دستگاه که ملاحظه میکنیم. وبوس نسخه 8 هستش. بریم که دستگاه روی آلت مغازه قرار بدیم. میریم داخل تنظیمات. همونطور که میبینید قسمت شورتکات تنظیمات به این صورت تغییر پیدا کرده نسبت به وبوس نسخه 7. اگر بریم داخل بخش تنظیمات، خب قسمت ساپورت، شما از این قسمت ساپورت میاد اینجا هوم استور مود. میتونید حالت مغازه رو فعال و غیر فعال بکنید. میذاریم روی حالت مغازه با هم دیگه کیفیت تصویر دستگاه رو در نگاه اول ببینیم. صداش هم زیاد بکنم. اکسپوژر دوربین هم من تنظیم میکنم الان. دوستان همونطور که میبینید این هم از کیفیت تصویر تلویزیون کنیدی 75. صداش هم که با هم دیگه شنیدیم. کیفیت تصویر 4K داره، پنل IPS و بکریت HLD و خب واقعا میبینید رنگای بسیار قشنگی داره و دستگاه کیفیت تصویر واقعا خوبی داره. خب با زدن دکمه هوم دوستان ما میایم قسمت هوم دستگاه که ملاحظه میکنید. ببینیم که تنظیمات کلی دستگاه رو با هم دیگه یک مرور مختصر و اجمالی داشته باشیم. خب اینجا گفتیم قسمت شورتکات تنظیمات شما هستش که شما میتونید حالت های تصویر، میزان روشنایی پنل، حالت صدای دستگاه، خروجی صدا، تایمر حالت خواب و اینا رو مثلا غیر فعال، چیز فعال و غیر فعال بکنید و خودتون شخصی سازی ها انجام بدید. از این قسمت هم که میتونید ویرایش رو انجام بدید، اتصال به وای فای رو چک کنید. اینم بخش اکسسیبیلیتی ازش. خب این قسمت تنظیمات کلی دستگاه. خب بخش اولش که همیشه تو تلویزیون LG بخش تنظیمات تصویر هستش. حالت تصویر دستگاه رو که اینجا ملاحظه می‌کنید، حالت تصویر ویوید، استاندارد، اکو، سینما، فوتبال، بازی، فیلم میکر مود، حالت حرفه‌ای برای محیط‌های تاری و حالت حرفه‌ای برای محیط‌های روشن رو که اینجا دارید. بالا بسته به نوع محیطی که دارید نگاه می‌کنید می‌تونید حالت تصویر رو انتخاب بکنید. اسپکت ریشیو یا همون نسبت صفحه می‌تونید ابعاد صفحه رو تغییر بدید. با توجه به محتوا و ورودیتون می‌تونید زومینش بکنید یا زوماتش بکنید که خب فعلاً محتوای در حال پخش نیست که من بخوام اینا رو به شما نشون بدم، ولی خب 4:3 داره، اورجینال داره، فیت داره، 16:9، اولترا واید اینا رو داره که حالا مثلا میتونید خودتون تغییر بدید. ببینیم قسمت ادوانس ستینگ. خب تنظیمات پیشرفته تصویر بخش اولش که بخش برایتنس هستش یا همون تنظیمات مرتبط با روشنایی پنل که اینجا شما پنل برایتنس رو دارید. هر گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید سمت راستش یه سری توضیحات رو بهتون میده. این قسمت برای تنظیم کنتراست یا ادجاست کنتراست هستش. این قسمت برای یه تنظیم نرخ سیاهی هستش. حالا تو قسمت‌هایی که مثلا تاریک و کم نورتر میتونید نرخ سیاهی رو بالاتر یا پایین‌تر بیارید. این قسمت اوتو داینامیک کانتراست هستش که ملاحظه می‌کنید اینجا تنظیمات مرتبط با گاما و تنظیم میزان روشنایی دستگاه هستش. بیایم پایین‌تر اینجا سیستم نوردهی موضعی دستگاه داریم، LED لوکال دیمینگ که ملاحظه می‌کنید روی حالت آف می‌تونید بذارید، لو، میدیوم و های. که اگر اشتباه نکنم مثل مدل QNH 7S این تلویزیون هم 6 تا ناحیه نوردهی قابل کنترل داره که ترجیحاً حالا سعی کن شما روی حالت آف بذارید چون سیستم نوردهی موضعیش یا عامل لوکال دیمینگش زیاد عمل کرده جالبی نداره به نظر من. این قسمت هم که موشن های کیر هستش برای محافظت از چشمای شما در حین تماشای محتوای خیلی سریع که میزان روشنایی رو مثلا یکم پایین‌تر میاره که چش کاربر اذیت نشه. برگردیم عقب‌تر. تنظیمات مرتبط با رنگ دستگاه رو داریم، مثل عمق رنگ رو اینجا داریم، میزان سیری بودن رنگ، کالر گمیر یا همون پوشش رنگی گسترده یا اینا که حالا فعلا غیر فعاله چون متای یا ورودی ما نداریم، متصل نیستش. اینجا که تنظیمات مرتبط با فاین تیون هستش که خودتون ملاحظه میکنید. میتونید یک سری تنظیمات کلی مرتبط با رنگ تصویر رو از این قسمت شخصی سازی بکنید برای خودتون. اینا که وایت بالانس یا همون
تنظیم بالانس سفیدی دستگاه هستش که میتونید در رنگ های مختلفی این قسمت رو برای خودتون تنظیم بکنید، حالا بسته به دلخواه خودتون. بگردیم عقب‌تر، تنظیمات مرتبط با وضوح و موشن دستگاه رو داریم. Adjust Sharpness رو داریم که شما میتونید تغییر بدید. حالا تو ویدیوهایی که دارید پلی میکنید، گوشه های تیز، لبه های تیز نداشته باشید، گوشه های تصویر اصلا اج نداشته باشه، حالت ما لبه مانند نداشته باشه. سیستم سوپر رزولوشن رو داریم که محتوای کم کیفیت رو به اصطلاح برای شما با کیفیت بالاتری با رزولوشن بالاتری نمایش میده که البته نوشته تو حالت پی سی مود این قسمت غیر فعال میشه. سیستم کاهش نویز تصاویر رو داریم، هر تصاویری که نویز دارن نویزشون رو حذف میکنه که تصویر کلیرتر یا تمیزتر و شفافتری رو به شما نمایش بده. این قسمت هم که اسموز گرادیشن هستش، در واقع برای نمایش رنگ های گرادیانت هستش، تصاویر گرادیانت رو بدون بند بند شدن حالا نمایش بده. اینم که ریل سینما هستش، فعلا غیر فعال هستش. ترو موشن رو هم داریم که باعث میشه محتوایی که فریم ریت پایین دارن بدون کات و پرش برای شما پخش بشن و یه جوری حالت لگ و چیز نزنن، پرش نزنن فریم اون محتوایی که دارید پلی میکنید، که حالا به صورت پیشفرض روی اسموز موومنت هستش که در واقع باعث میشه محتوای شما به نرمی حالا پخش بشه. خب اینم بخش کلاریتی، چیز خاصی دیگه نداره. این گزینه رو شما بزنید، کل تنظیماتی که رو حالت تصویر اعمال کردید برای همه ورودیاتون اعمال میشه. ریست هم که برای تنظیم مجدد تنظیمات حالت تصویر رو اون حالت تصویری که شما انتخاب کردید، یعنی اگر من رو حالت تصویر ویوید باشم ریست بزنم، تنظیمات مرتبط با حالت تصویر ویوید ریست میشه. این گزینه هم اگر شما بزنید، تلویزیون به محض اینکه تشخیص بده دارید محتوای سینمایی میبینید روی حالت فیلم میکر مود سویش میشه که شما میتونید فیلم رو سینمایی تر ببینید. اینم برای کاهش نرخ نور آبی دستگاه هستش. ببینید من فعال کردم، تم دستگاه کلا رنگ دستگاه روشنایی دستگاه رو به گرمی میزنه. تو محیطای تاری گزینه مناسبی برای اینکه چش کاربر اذیت نشه و خسته نشه. خب این تنظیمات بخش تصویر. تنظیمات بعدی حالت صدا دستگاه هستش که اولین قسمت گزینه حالت صدا هستش. AI Sound Pro داره، استاندارد سینما کلیر وایس پرو برای زمانی که دارید مثلا فیلم میبینید دیالوگ ها رو تقویت میکنه، فوتبال و موزیک و حالت بازی رو داره. از این قسمت شما میتونید خروجی صدا رو مشخص بکنید که حالا مثلا از اسپیکرهای تلویزیون استفاده بشه، از سیستم صوتی که به صورت سیمی متصل کردید یا از سیستم صوتی که به صورت بی سی متصل کردید، و حتی میتونید مشخص بکنید که در آن واحد هم از اسپیکرهای تلویزیون و هم از اون دیوایسی که از طریق حالا مثلا بلوتوث متصل کردید یا از طریق خروجی صدای اپتیکال بتونید در آن واحد حالا مثلا خروجی صدا داشته باشید. و اگر نیم عقب‌تر، ادوانس ستینگ تنظیمات پیشرفته صدای تلویزیون هستش. بالانس اسپیکرها رو داریم که شما میتونید چپ و راست اسپیکرها رو کم و زیاد بکنید، مشخص بکنید از کدوم اسپیکر شما صدای بیشتری بشنوید. حالا رو صفر باشه بهتره. اکولایزر رو داریم که فعلا غیر فعاله. شما میتونید فرکانس های صدا رو هر کدوم رو به صورت مجزا و دلخواه شخصی سازی بکنید. اپلای تو آل اینپوت که باعث میشه تنظیماتی که شما دارید اعمال میکنید برای همه خروجی صداها اعمال بشه. ریست کردن که برای ریست مجدد تنظیمات حالت صدا هستش. اینم که حالت نصب دستگاه هستش که روی استند و وال مونتد میتونید تنظیم بکنید. اگر تلویزیون روی دیوار نصب کردید بچه‌ها، روی وال مونتد بذارید. اگر روی پایه نصب کردید مثل ما روی میز، روی حالت استند بذارید. چیز خاصی نیستش این قسمت. خب اینجا هم که قسمت تنظیم خودکار صدا هستش که میتونید مشخص بکنید که حالا دستگاه به صورت خودکار صدا رو برای شما انجام بده با توجه به نوع موتایی که داره پخش میکنه. زیاد گزینه جالبی نیستش، غیر فعال باشه بهتره. اینجا هم که فرمت صداهای دستگاه رو ملاحظه میکنید، استانداردهای صوتی خوبی پشتیبانی میکنه سیستم صوتیش، دالبی دیجیتال، دالبی دیجیتال پلاس، دالبی اودیو، اینا رو همه داره فرمت‌های صوتی و استانداردهای صوتی رو. قسمت بعدی مچ اسکرین اند ساوند هستش، برای همگام سازی صدا و تصویر هستش که میتونید میزان دیلی اسپیکرهای تلویزیون رو مشخص بکنید. حالا اگر مثلا صداتون جلو عقب میشه میتونید از این قسمت تنظیم بکنید. این قسمت که غیر فعاله، شما میتونید فرمت صدای HDMI ورودیتون رو مشخص بکنید. TV Sound Mode Share رو داریم که شما میتونید در واقع صدای تلویزیونتون رو به صورت بی سیم به یک ساندبار یا مثلا متصل بکنید، مثلا ساندبار LG اگر داشته باشید. اینجا هم که LG Sound Sync هستش که در واقع شما میتونید اون سیستم صوتی که متصل کردین، حالا سینما خونگی و یا ساندبار، خیلی راحت میتونید با استفاده از ریموت کنترل دستگاهتون سیستم صوتی رو هم کنترل بکنید. در واقع این بیشتر برای این گزینه هستش. و خب گزینه بعدی، گزینه آخرم EARC Support هستش یا همون
پشتیبانی از کانال برگشت صدای پیشرفته هستش که در واقع HDMI سوم دستگاه است اگر اشتباه نکنم، که خب اینم گزینه جالبیه حالا برای کسی که سینما خونگی دارن از طریق پورت HDMI میخوان متصل بکنن، اینو شما حتما باید به اصطلاح فعالش بکنید. خب بگردیم عقب‌تر، تنظیمات صدا رو تموم کردیم، بیایم قسمت جنرال. بخش اول تنظیمات اکسسیبیلیتی هستش که خب واقعا چیز خاصی نداره، یک قسمت داره به اسم آودیو دیسکریپشن که اگر شما فعالش بکنید در واقع یک سری تنظیمات، یک سری توضیحات صوتی رو بهتون میده. حالا برای ببینم الان اینجا کار میکنه یا فقط برای برودکسته. بله فقط برای برودکسته. حالا بین کانال های داخلی که سویچ میشید اون توضیحاتی که اون کانال داره برای شما به صورت صوتی میخونه، چیز خاصی نیستش. صداش هم میتونید حالا مشخص بکنید که صداش در چه حد باشه. این هم فقط برای اون دسته از کانال های داخلی و خارجی هستش که از این آپشن پشتیبانی میکنه، یعنی آودیو دیسکریپشن رو داشته باشه. لین ریموت کنترل شما اگر بزنید دوستان، ریموت کنترل به شما نشون میده. حالا ببینم میاره یا نه. بله اگر آورد، خب ببینید هر دکمه‌ای که من میزنم، ببینید الان هر دکمه‌ای که بالفرض مثلا من دکمه بک رو میزنم به من میگه که این شورت پسه، یعنی در واقع برای زمانی که شما میخواهید بگردید عقب‌تر. چرخ دنده رو میزنم مثلا آیکون چرخ بعد تنظیماته، مثلا میوت رو میزنم به میگه که این برای میوت کردن تلویزیون هستش، اگر نگه دارم برای ورود به قسمت اکسسیبیلیتی هستش، کم و زیاد کردن صدا. در واقع این برای یادگیری ریموت تلویزیون هستش. حالا من دوبار بک رو میزنم که دوباره برگردیم داخل تنظیمات، ولی خب ظاهرا باید دوباره همین مسیر رو بریم. خب جنرال بودیم، بخش اکسسیبیلیتی، بخش لرن ریموت کنترل که الان بهتون آموزشش دادم. خب انجوی تی وی ساوند توگذر رو داریم که در واقع از این قسمت شما میتونید دیوایس های مختلفی مثل هدفون و هندزفری رو از طریق بلوتوث به تلویزیون متصل بکنید، در آن واحد بتونید هم از اسپیکر دستگاه خروجی صدا داشته باشید و همین که از اون اسپیکر و سیستم صوتی که از طریق بلوتوث متصل کردید در آن واحد خروجی صدا داشته باشید. های کانتراست رو اگر بزنید کانتراست منو و متن نوشته ها یه ذره بیشتر میشه، چیز زیاد خاصی نیستش. گری اسکیل که برای خاکستری و سیاه‌سفید کردن کل تلویزیون هستش، این برای معکوس کردن رنگ های تلویزیونه که خب چیز خاصی نیستش. و این هارد آف هیرینگ هم دوستان بیشتر برای اون دسته از افرادی هستش که به زحمت میشنن یا حالا مشکل شنوایی دارن. چه کاری انجام میده؟ توی یک سری از شبکه های داخلی خارجی حالا اگر ساپورت بکنه از این آپشن، به صورت زیرنویس برای شما نمایش داده میشه، یعنی اون نفر حالا اگر به هر دلیلی مشکل شنوایی داره تلویزیون توضیحاتش و حالا اون چیزی که داره پخش میشه به صورت زیرنویس برای کاربر نشون میده که کاربر هم بفهمه که از این دست من میتونید زیرنویس رو فعال و غیر فعال بکنید و حتی زبان اولیه و ثانویه زیرنویس رو هم خودتون مشخص بکنید. تو ایران فکر نمی‌کنم به اون صورت اصلا اینا کاربردی داشته باشه، حالا بیشتر برای اون شبکه کانالایی هستش که ساپورت بکنم. بریم سراغ سرویس های AI یا هوش مصنوعی دستگاه. اولین قسمت AI brightness setting هستش. تلویزیون سنسور رو نور داره که با توجه به میزان روشنایی محیط و اطراف تلویزیون میتونه میزان دما، رنگ و روشنایی صفحه نمایش رو به صورت خودکار تنظیم بکنه. AI Sound Pro داریم در این قسمت که تلویزیون با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق هوش مصنوعی صداها رو برای شما بهبود میده با توجه به نوع محتوایی که دارید پخش می‌کنید و حتی یک صدای فراگیر رو سعی می‌کنه به صورت مجازی برای شما پخش می‌کنه که حالا نمی‌دونم 51 دو کاناله هستش یا نه. خب AI Acoustic Tuning رو داریم که در واقع تلویزیون میاد با استفاده از این میکروفونی که روی ریموت کنترل هست صدا رو برای شما به صورت خودکار تنظیم و کالیبره میکنه که حالا یه سری سیگنال میفرسته به میکروفون دستگاه، به میکروفون ریموت کنترل، موقعیت کاربر، فاصله کاربر و ابعاد محیط رو تشخیص میده و خودش صدا رو تنظیم و کالیبره میکنه که اینو تو بررسی حالا توضیح میدیم. اینم که AI recommendation هستش، چیز خاصی نیستش، توصیه‌های هوش مصنوعیه. گیم اپتیمایزر که فعلا غیر فعال نیست برای زمانی هستش که کنسول بازی متصل کردید، گیم داشبورد گیم اپتیمایزر برای شما فعال میشه، تنظیمات حالت بازی شما از این قسمت میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. فامیلی سیتینگ رو داریم در این قسمت که شما میتونید یک محیط، همونطور که میبینید یک محیط هلزی، یک محیط سالم رو برای کودکتون، فرزندانتون، خانوادهتون داخل تلویزیون فراهم بیارید که حالا یه سری محدودیت‌ها رو ایجاد بکنید، مثل مدت زمان استفاده از صفحه نمایش دستگاه، شدت صدا و همچنین یک سری از حالا اپلیکیشن و برنامه رو شما میتونید مثلا برای کودکتون فعال و غیر فعالش بکنید. پروگرام رو داریم اینجا، قسمت شبکه یابی و کانال یابی خودکار هستش. حالا این مدل مونتاژ تایلند هستش، ما بریم ببینیم کانال یابی رو میتونیم انجام بدیم. همونطور که میدید شما میتونید کانال یابی دستی یا کانال یابی خودکار رو
انجام بدید که از این قسمت ملاحظه بکنید، فعلا فقط آنتن دستگاه فعال هست، یعنی همون گیرنده شبکه‌های داخلش که فعلا حالا گیرنده شبکه خارجیش فعال نشده. حالا اگه آموزش چیزی بود حتما تو چنل یوتیوب میذارم که این مدلایی که حالا ساخت اندونزی و مونتاژ سفارش تایلند هستن حالا به چه صورت بتونیم ما ماهوارشون هم فعال بکنیم، اینا رو حتما آموزشش رو میذاریم در اسرع وقت. خب مجددا باز دوباره باید برگردم بخش تنظیمات، چون جدیدن توی یک سری از مدلای مونتاژ مالزی، مونتاژ اندونزی ببخشید، مونتاژ اندونزی که حالا سفارش تایلند هستن، این قسمت آنتن فقط فعال و قسمت ساتلایت یا ایر رو برای ما نمیاره که باید حتما روشش رو پیدا بکنیم. قسمت نتورک هم که تنظیمات مرتبط با شبکه و اینترنت هستش که میتونید به وای فای متصل بشید که من از قبل به وای فای متصل کردم. اکسترنال دیوایس، دیوایس های خارجی رو داریم که گفتیم تلویزیون بلوتوث اشتباه نکنم نسخه 52 باید داشته باشه. دوستان شما میتونید هر نوع دستگاهی به این تلویزیون متصل بکنید از طریق بلوتوث، ماوس و کیبورد و دسته بازی و دسته ایکس باکس و حتی دوال شوک سونی میتونید بهش متصل بکنید. از این قسمت میتونید HDMI سیتینگ، فرمت سیگنال HDMI دستگاه رو به اصطلاح مشخص بکنید، دیپ کالر، نوع رنگی که مثلا میخواد منتقل بکنه و اینا رو همه شما میتونید مشخص بکنید که حالا فرمت سیگنال HDMI متصل شده به تلفن شما چی باشه. خب برگردیم قسمت TV on with mobile، شما میتونید گوشی موبایلتون رو به تلویزیون متصل بکنید، با استفاده از گوشی موبایلتون میتونید تلویزیون رو روشن بکنید. این هم که delete connection history هستش، دستگاهی که الان متصل کردید دیگه باشون کار ندارید، از این قسمت میتونید حذفشون بکنید که دیگه تو لیستتون نباشن. تنظیمات سیستمی تلویزیون رو داریم، اولین بخش بخش زبان هستش، منوی دستگاه، منو لنگویج یا زبان تلویزیون که ملاحظه میکنید اکثرا حالا زبانای ببینید، چون گفتیم دستگاه مونتاژ اندونزیه، سفارش تایلند. خب منوهایی که داره استرالیایی، هندی، مالزی، نیوزلند، فیلیپ، سنگاپور، سریلانکا، حالا فرانسه، پرتغال، اینا رو هم داره. اگر بیایم پایین‌تر عربی رو داره، ولی خب متاسفانه فارسی رو هم نداره که فکر نمی‌کنم حالا با آپدیت هم بهش اضافه بشه. خب قسمت بعدی آدیو لنگویج هستش، زبان اصلی صدای دستگاه که انگلیسیه، کیبورد دستگاه انگلیسیه، زبان تلتکس دستگاه انگلیسیه، اینا رو شما میتونید خودتون تغییر بدید، چیز خاصی نیستش. لوکیشن دستگاه رو ما اینجا داریم، خب ما که زدیم لوکیشنمون به اصطلاح هیچ کدوم از این کشوران نبود، من گزینه آذر رو انتخاب کردم، یعنی یه کشور دیگه هستم. NG Service Country رو داریم اینجا که من روی آذر، روی ست اتوماتیکالی هستش، از روی ست اتوماتیکالی بردارید اپل ایرپلی هم برای شما فعال میشه که ما الان تو آموزش اپل ای پلی تلویزیون LG گفتیم. اینو شما برمی‌دارید، حالا روی کشور دیگه می‌ذارید، دستگاه یه بار ریسیت میشه، حتما هم باید به وای فای متصل باشید، اپل ای پلی هم برای شما فعال میشه. اینم که لوکیشن و تنظیمات مرتبط با آب و هوای تلویزیون هستش. تایم اند تایمر، تنظیمات مرتبط با زمان دستگاه داریم، ساعت رو اینجا شما میتونید تنظیم بکنید، اینجا برای تنظیم تاریخ دستگاه هستش که امروز 18 دسامبر 2023 هستش، چیزی نمونده به 2024، ما هنوز داریم تلویزیون 2023 رو آنباکس رو بررسی میکنیم. تایم زون که کاستوم سفارشی هستش، چیز خاصی نیستش، تایم زون رو شما میتونید تنظیم بکنید به صورت سفارشی که الان برای کشور ما ساعت بتهران مثبت 3:30 دقیقه است اگه اشتباه نکنم، درسته؟ خب تایمر رو داریم، بخش تایمر. تایمرها چی هستن؟ یکی تایمر حالت خواب دستگاه، بعد از یه تایم مشخصی روی حالت خواب سویچ میشه اگر دستگاه بدون این اکتیویتی باشه، یعنی اینکه به اصطلاح دستگاه بلا استفاده باشه. پاور آن تایمر، میتونید یه زمانی مشخص بکنید که دستگاه بعد از اون تایمی که مثلا خاموش شد روشن بشه، مثلا ساعت 12 دارید خاموش میکنید، 8 ساعت بعدش مثلا 8 صبح دستگاهتون چی روشن بشه، مثلا میتونید مشخص بکنید. نگاه کنید اگر من فعالش بکنم زمانو میتونم مشخص بکنم، تایمر ریپیت رو میتونم مشخص بکنم که در طول چه روزهایی از هفته دستگاه من روشن باشه. مثلا من تو خونه میخوام آقا تلویزیونم هر روز رأس ساعت 10 صبح روشن بشه، رو کدوم ورودی سویچ بکنه، مثلا روی HDMI 1 2 3 4 یا روی تلویزیون یا حد دستگاهی که مد نظرمه، مثلا برای کودکم حالا مثلا کارتون پخش بشه، صداش هم روز چی تنظیم باشه، اینا رو همه میتونید انجام بدید، شخصی‌سازی بکنید. واقعا گزینه جالبیه دیگه، میتونید تلویزیون رو تنظیم بکنید سر یه ساعتی روشن بشه که مثلا حالا کودکتون برنامه دلخواه و تلویزیون ببینه و ازش استفاده بکنه. سر یه تایمی هم میتونید مشخص بکنید که خاموش بشه، مثلا 2 ساعت فقط تلویزیون رو ببینه. اینا رو واقعا میتونید استفاده بکنید، آپشن جالبی هستن به هر حال تو این تلویزیون ها به کار رفته، به نظر من جالبه.
خب auto power off after 4 hours اینم که به صورت پیشفرض روی تلویزیون هستش، دستگاه بعد از 4 ساعت بلا استفاده به اصطلاح خاموش میشه. اگر هیچ گونه کاربری ازش استفاده نکنه، هیچ ورودی نداشته باشه، خاموش میشه. تنظیمات سیفتی رو داریم که شما میتونید دوستان قفل بذارید روی تلویزیونتون، بر روی تلویزیون قفل بذارید، بر روی اپلیکیشناتون قفل بذارید، برنامه ها یا شبکه کانال هاتون میتونید قفل بذارید، حتی بر روی ورودی هاتون میتونید قفل بذارید. یعنی شما کنسول PS5 دارید، متصل کردید، میتونید حتی براش رمز تعیین بکنید که وقتی خونه نیستید هر کسی نتونه با PS5 تون بازی بکنه. تنظیمات کلی و بیشتر دیگر رو داریم اینجا. کویک استار پلاس رو داریم. شما اگر این گزینه رو فعال بکنید، دستگاه دوستان رو حالت استند بای میمونه. یعنی به محض اینکه خاموش کردید، دکمه پاور رو که بزنید، یه ثانیه تلویزیون میاد بالا. در واقع روی حالت استند بای سویچ میشه. هوم ستینگ رو داریم دوستان و اینجا هم پاور آن اسکرینه. پاور آن اسکرین به ما چی میگه؟ میگه زمانی که شما تلویزیون رو خاموش کردید، بر روشن کردید، من برم کجا؟ بره قسمت هوم یا بره آخرین ورودی که ما قبلا بهش متصل بودیم، که خب معمولا روی ریسنت اینپوت بذارید بهتره. شما همین که دستگاه روشن کردی، آخرین ورودیتون چی بوده، روی همین سویچ شده دیگه، حالا لازم نیست بخواد بره برگرده قسمت هوم دستگاه. خب کار نداریم، دو تا قسمت چیز خاصی نیستش. استند بای همون چراغ قرمزیه که زمانی که تلویزیون رو حالت استند بای هستش، این چراغ قرمز روشن میمونه. میتونید مثلا غیر فعالش بکنید که دیگه اون چراغ اذیت نکنه. پوینتر آپشن رو داریم. حالا من ریموت کنترل رو به اصطلاح چیز نکردم، مچ نکردم. ببینیم مچ بکنم که این دوتا رو بهتون نشون بدم. راحت من باید برم از فاصله نزدیکتر ریموت رو مش بکنم. این تلویزیون ریموت کنترل ماجیک ریموت داره دوستان، یا همون ریموت موسی. دکمه هوم و ستینگ رو من فشار بدم چند ثانیه ببینم آیا مچ میشه. بله خب مچ شد تلویزیون. ببینید ماجیک ریموت به این میگن، یعنی این کار کردن شبیه به موس رو در اختیار شما قرار میده. یعنی در واقع دکمه هوم با ستینگ رو شما فشار میدید چند ثانیه روبروی دستگاه و این قسمت فعال میشه. خب کجا بودیم؟ بخش سیستم، ادیشنال ستینگ، پوینتر آپشن. از این قسمت شما میتونید تراکینگ سپید سرعتش رو مشخص بکنید. رو آلت فست بذارید ببینید خیلی سرعتش مثلا زیاده، کار کردن باشه کم سخت میشه. رو آلت نرمال باشه بهتره. پوینتر سایز میتونید مشخص بکنید که اندازش چقدر باشه. ببینید الان اندازش روی میدیومه، ببینید کوچیک داره، بزرگ داره و متوسط داره، که الان روی میدیومه. حالا روی میدیوم باشه بهتره. این از تنظیمات پوینتر آپشن. خب تنظیمات مرتبط با تعلیقات هستش، کاری نداریم. ستینگ هلپ این هم کاری نداریم. اگر من اینو غیر فعال بکنم، این آیکونی که اینجا هست ببینید، اگر دقت بکنید ببینید حالا نشون میده، نه همین که سمت راست یه سری توضیحات به شما نمایش میده که آقا این تنظیماتی که الان شما دارید روش کلیک میکنید برای چی هستش، یه توضیحاتی به شما میده. خب چیز خاصی دیگه نداره. ریست تو اینیشال ستینگ رو اگر من بزنم دوستان، ریست آل باعث میشه که تلویزیون کامل ریست فکتوری بشه و ریست کارخونه بشه. خب انرژی سیوینگ تنظیمات مرتبط با حالت ذخیره انرژی هستش که فعلا غیر فعال هستش، که شما توی حالات مختلفی ها تنظیم بکنید. تلویزیون روشنایی رو میاره پایین و این که مثلا حتی میزان روشنایی رو خودش تعیین میکنه بسته به نوع روشن، میزان روشنایی محیط، باعث میشه که در مصرف برق به هر حال یه جورایی صرفه‌جویی بشه. حالا آف باشه بهتره. اسکرین آف رو اگه بزنید صفحه نمایش دستگاه کلا خاموش میشه. این برای زمانی قشنگه، برای زمانی کاربردیه که یه موزیک ویدیویی پخش کردید، میخوای اسکرین رو کلا خاموش کنید، فقط موزیک بیا، فقط صدا از اسپیکراتون بیاد. این از بخش انرژی سیوینگ. و اگر این عقب‌تر قسمت ساپورت که دیگه چیز خاصی نداره. سافتور آپدیت، آپدیت نرم افزاری دستگاه رو حالا من غیر فعال کردم، میتونید آپدیتش رو انجام بدید. حالا اگر آپدیتی داد میتونید آپدیتش هم بکنید که سیستمتون به حساب بهینه‌تر بشه. یوزر گاید راهنمای کاربری کاربر هستش که در واقع راهنمای استفاده از امکانات تلویزیون، ریموت کنترل دستگاه، اینا همه هستش. کویک هلپ هم داریم که در واقع تلویزیون شما رو یه بار چک میکنه و یه سری تنظیمات کلی هات کویک هلپ هستش. حالا بریم ببینیم. ببینید یه سری مشکلات ایرادات که تو بخش صدا تصویر شما باشه به صورت خودکار انجام میده. ببینید چک آیتم داره، یه دونه اپتیمایزیشن ستینگ داره. حالا مثلا من اپتیمایزیشن ستینگ رو اگه بزنم یه چند ثانیه طول میکشه. ببینید تنظیمات کلی تصویر و صدای منو چیکار کرد؟ از این کارنت به ریکامندد تبدیل کرد. که حالا میتونید اپتیمایزیشن رو بزنید اعمال بکنید یا کنسل بزنید. حالا کنسل بزنید، ما نمیخوایم این کارو انجام بده.
کنسل بزنیم. خب این از کویک هلپ. دوباره باید باز بریم تنظیمات کلی. خب ساپورت بودیم، بخش ساپورت. اسکرین سلف دیاگنوستیس رو داریم برای ایویابی خودکار صفحه نمایش دستگاه، اگر خدای نکرده برای صفحه نمایش اتفاقی افتاد. ساوند سلف دیاگنوستیس برای ایویابی سیستم صوتی دستگاه هستش که اسپیکراتون به خوبی کار بکنه. اینم که هوم مود استور مود هستش، حالت مغازه و حالت هوم رو میتونید ازش از این قسمت فعال و غیر فعال بکنید. اگر داخل خونه که نصب کرد دیگه حالت هوم رو بزنید، دیگه حالت استور مود به هیچ درد شما نمیخوره. اینجا تنظیمات مرتبط با استور مود ستینگ رو داریم. حالت تنظیمات این دمو والا نوشته های تبلیغاتی که نشون میده. این قسمت هم من کاری ندارم، آی پی کنترل ستینگ. بریم قسمت تی وی انفورمیشن، اینجا قسمت مهمیه. اسم دستگاه ما هست وب او اس تی وی، یعنی تلویزیون وب او اس QNED 75 SRA که در واقع این کد کامل دستگاه هست 65 QNED 75 SRA، سریال نمبرش هست. سیستم عامل وب او اس نسخه 8. پاور آن تایم رو می‌بینید که خب الان یه ساعت نشده که روشن کردیم. حافظه ذخیره استوریج 1.36 گیگابایت، خیلی کمه. و خب اینا هم یه سری مشخصات دیگه و کلی تلویزیون هستش. پرایویسی اند ترم هم که اول راه اندازی با هم دیگه مرور کردیم، همون قوانین و شرایط و ضوابط شرکت ال جی هستش که میتونید مطالعه بکنید. چیز خاصی دیگه نداره بخش ساپورت. اینم از تنظیمات کلی تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل QNED 75، سال ساخت 2023. منتظر ویدیو بررسی این تلویزیون باشید. به زودی حتما در کانال یوتیوب سلام بابا آپلود میشه. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم. خداحافظ.